قدیمی ها حرفاشون طلا بود. یادم میاد پدر بزرگم همیشه میگفت میدونی چرا میگن سگ نجس و حرومه و چرا میگن اگه توی خونه سگ باشه تا هفت تا خونه اون طرفتر نمازشون قبول نیست؟ گفتم نه. گفت برای اینکه یک عده دزد و بیناموس اگه خواستن تو تاریکی شب یواشکی و با خیال راحت از در و دیوار مردم بالا برن این حیوان وفادار پاچشونو میگیره حالا چرا نگفتن گربه نجسه چون گربه پارس نمیکنه میو میو میکنه اونم برا جفتش نه برای صاحب خونه میگفت میدونی چرا میگن اگه توی خونه ستار باشه تا چل تا خونه نمازشون قبول نمیشه گفتم نه گفت برای اینکه کسی که ستار میزنه مردم دورش جمع میشن و به حرفاش و اشعار بزرگان گوش میدن روشن و آگاه میشن اینطوری بسات ادهی برچیده میشه و مردم میرن طرف شادی نه طرف گریه و خرافات میگفت میدونی چرا میگن توی خرابه ها جن هست و کسی جرعت نمیکنه پا بذاره اونجا؟ گفتم نه گفت برای اینکه دیز رنگ گند و کسافت کاریاشون رو اونجا انجام میدن و اگه مردم بفهمند دیگه جای دنجی برای اون پنهان کاریای اونا باقی نمیمونه میگفت شنیدی چرا میگن توی بیابون ها به خصوص توی قنات ها صدای عروسی جنها میاد و مردم جرأت نمیکنن شبها برن اونجا و به باغ هاشون سر بزنند؟ گفتم حدس میزنم گفت ها کلا واسه اینه که ادهی دوست هرچقدر آب خواستند بفرستند توی زمین هاشون و از باغ مردم هم هرچی دلشون خواست کش برن. پرسید میدونی چرا تلگراف و تلفن و دوچرخه و تلویزیون و رادیو و ماهواره رو تقریبا ممنوع و حرام کردند؟ گفتم نه. گفت برای اینکه مردم زودتر خبرها رو به هم منتقل میکنن و چاخان پاخان ادهی خیلی زود رو میشه. میگفت میدونی چرا میگن موسیقی حرامه؟ گفتم نه. گفت چون موسیقی در خدمت عموم مردمه و اگه مردم اونو بشنوند اتفاقا از هزار سخنرانی هم مؤثرتر و حلالن در حلاله خدا بیامرز زیاد سواد خوندن و نوشتن نداشت اما یه عمر به سادگی مردم خندید و خوشحال از دنیا رفت روحش شاد